گونایدن، سلام، صبح بخیر. چطورین؟ صدای ما رو از استانبول میشنوین با یک مهمون سارا دیگه چیز شده؟ خاکم. چی؟ چی؟ گفتم مهمون افتخاری، منظورم سارا بود. تو که مهمون نیستی. صدف نه، من دیگه مهمون نیستم. من جوز با یاله گینو بگیره. اوکی. من جوز این پیجم. دوباره میریم از اول. گونایدن، سلام، صبح خیر. صدای ما رو از استانبول ابری میشنوین. علی رو داریم در تصویر عنوان صاحب خونه و یک مهمونی که اومده که نره. کلا مهمون یه روز دو روز دیگه گذشت. واقعا ما یه امروز و فقط سه نفری با هم داریم تو استانبول، به خاطر اینکه دیروز من و سارا از ایتالیا اومدیم اینجا، علی هم از خونه اومده، از سان فرانسیسکو اومده. من و علی یه 8-9 روزی قرار استانبول بمونیم، برای کار اومدیم، ولی سارا فردا برمیگرده. گفت حالا که مثلا دیگه این همه راه اومدم، بذار یه 2 شب هم اینجا بمونم، ولی در واقع مثلا یه روز کامل. سارا حالت چت شد یه جوری. این بچه ها رو چرا سیبیل داره؟ ای وای، چه مانکنیه دیگه. چه مانکن جذابی. آره، گفتیم این یه روزی که با همیم و بریم با هم دیگه بگردیم تا ساعت 5 بعد از ظهر وقت داریم، چون دیگه ساعت 6 ما باید بریم شامی و فلان و اینا، کاری نداریم. دفعه پیش، یعنی اولین و تنها دفعه‌ای که من و سارا با هم تو استانبول بودیم، چیز بسته بود بازار، فکر کنم یه شنبه بود. آره یک شنبه بود، ما شنبه شب رسیدیم، یه شنبه می‌خواستیم بریم خیلی هلک و هلک رفتیم، می‌خوایم به یارو گفتیم که آقا اگر که میشه یه تاکسی اوردر بدیم برای ما واسه یه چیز برای بازار. خانم بازار بسته. آره. که دیگه ما نرفتیم بازار، که شبش هم خوابیدیم و فردا صبح خیلی زودش برگشتیم. چرا انقدر ما کم بودیم استانبول؟ از آنتالیا برمیگشتیم. نمیدونم منم، کاری نداریم. خلاصه امروز اومدیم بازار. دیگه با ما همراه باشین امروز و سه نفری یه ذره اینجا رو بگردیم و ببینیم چیکار رو میکنیم دیگه. چرا؟ وای خدای این دکور تبلیغ شورت الان مثلا. بعد برداشته رو توالت فرنگی خریده برشه تو ویترین برای این کار. واقعا جلب توجه میکنه. اینجا هم مثل بازار بیشتر فروشنده. اوه اینجا رو بچه ها علی میگه هالووینه. علی بیا. و جالبه که فروشنده های لباس زیرا همه مرد هم. بل قربونه تا سایز میگیرن. نه دیگه این مانه همونه که طرف میگه میخوای پرستار بشم امشب یا پرستار بشم. لباس خواب داره مدل مثلا پرستاری. به شوهر تو گفتم امشب میخوام پرستار بشم. لباس خواب داره مدل خلبانی. یه بار بگیر به شوهر تو گفتم امشب میخوام بریم تو آسمون ها با هم پرواز کنیم. منم خلبانه بشم. مدل ملوانی. ولی یه داستان جالبیه. اون باری میکنه گیر رو برونجا دیده نگیت چند بکن مثلا از این لباس ها فروشیه، فروشندش مرده، خانومه با حجاب با شوهرش رفته ازش از اینا بخره. یعنی چقدر میتونه همه چی با هم متناقض بشه. اوه یارو دیگه لباس میگه اینم مثل دکتر محرمه دیگه نداره. چرا اون چوار مال نداره؟ چاره ای هم شاید نداره. میشه آنلاین بخره اگه خیلی ناراحته. حتما ناراحت نیست. دیگه ارزون تره لابود یا مثلا به هر دلیلی بعد رفتا میترفه که او ببین مال این لاکچری تره. چیزم داره نگین پگین. چقدر نازکه. وای باورم نمیشه. نه اینقدر نازک خدای ندیده بودم. آره 5 تا مرد وایسادن دارن. خیلی تقاضا داره این کارو. عجب چیزای جالبی داره. بذار من اینو برم از نزدیک. وای قیافه های ما رو بعد ببینی. این ندید بلی داره اینا نگاه کنی.
علی چه ذوق عجیبی در صورتش موج میزنه. بابا ذوق چی فکر کردی؟ آقا من اصلا یادم نشه باید برم جایی. بای ای بای بپا بپا یه چوبی هایی بابا کشیدن. چه خبره؟ چیزی که همیشه برای من سوال اینجا اینه که هر دفعه از این قسمت بازار رد میشم این همه لباس مثلا کماندویی و لباس جنگی و اینا به چه دردی میخوره؟ حالا اسلحه رو آدم میفهمه بالاخره، نمیدونم یعنی یه استفاده لابد داره، ولی لباسش مثلا بعد این یه عالمه مغازه ها ما الان ردشون کردیم یک آل... نه میدونم، ولی حالا بالاخره اسلحه رو ممکنه یارو یعنی با لباس عادی هم میتونه استفاده شکار شاید برن. آخه این خیلی عجیبه. آره نمیدونم اینجا لابد میان دیگه بعدش میرن یه جا به جنگن دیگه. علی از دوست بپرس. آره بعد بعدم بپرس، بعدم بپرس اطلاع بده. مثلا این مغازه اگر برای هالووین نه ولی چک نمی کنم، حس کردم شاید مثلا خود پلیس ها از اینجا بخرن چیزاشونو، ولی به نظر نمیاد یکم خرابازی داره. نمیدونم همون بچه هست فقط سیبیل نده. نه بابا هالووین چیه؟ آخه چرا اینجا چیزه میگه اینایی که میفروشن بیشتر حالت توریست داره، این اصلاح ها حالت دکور داره. اه؟ اونجور که میگه یعنی اصلاح علکیه؟ میگه دکوره برای اینکه برمیگرده به چیزشون، به اون میراثشون از زمان عثمانی و اینا که اینا اصلاح دوست داشتن داشته باشن و مثلا شمشیر و فلان و اینا. میگه لباس ها چی؟ لباس ها مال توریسته، مثلا یکی بخواد بگیره مثلا چیز کنه، ولی اصلا ها میگه چیزه، میگه اصل نیست اینا. فکر کنم بزنه. باید حواسمون به 300 جا باشه، ولی این همه بازم منطقی نیست. مگه یه توریست چقدر باید از این چیزا بفروشه؟ ببین انه یکی دیگه باز اینجا اینجا رو ببین. وای مگه هنوز هست بردا؟ با چه چیزی وای؟ آره جلدش دوستت نبود. خب شاید پیشرفت کردن. این جعبشه، این خالیه. بذاری اگه بخوای لابد از تو بگیری ازش. وای چه بمزه. پسر اینجا یه جوری همه چیو فیکشو دارن که انگار مثلا آدم مجبوره کتاب دیور بخره که حالا فیکشه گذاشت. مودا مالی ما رو خود همین اینجا بطور فکر کنم چیز نزده اینا فقط جعبه هن جای چیز نیزه. این برای اینا هم احتمالا نوستالژیه. شما به کاسم این دلیم 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 150 لیرادن 80 لیرایی بشت کنم. یک 80 لیرایی چرا میگم بیا نفهمیدم چی گفت بهش گفتم نه سوال میشه خواهش میکنم سلامت باشی سوال سلامت باشی آقل ساقل میگن سوال 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 سیست کامل هم داره آخه لازم به ذکره که سارا کما هر دفعه یه ترم توی دانشگاه تبریز درس خونه. ببین من انقدر خوب میتونم یعنی مثلا کلمه های زیاد یاد گرفتم ولی لهجه من خوب بود. یکی از هم کلاسی ها زنگ میزد به خانوادش من نمیذاشم رو اسپیکر که من هنرنمایی کنم. خدا مثلا تو سه ماه ببین اولا که من مثلا شمارش ترکیو که از 1 تا 10 فلوئنت اون که هیچ نرم. و مثلا حالا دیگه چیزای محاوره با اینا هم که بله فوش تا دیلت بخواه ولی اونا رو دیگه همه رو یادم رفت فقط در حد همین یک یعنی این یه ترمی که سارا مثلا حدود 25 سال پیش تقریبا تبریز درس خونده به اندازه یک عمر چیز داره خاطره تعریف کرده و خاطره هنوز داره. وای اون شیرینی فروشی تشریفات وای. با
وای ببین هر دفعه می حالا سوپشو من هیچ وقت نخورم چون من هیچ وقت تبریز نرفتم. اصلا غذای تبریز خیلی خوشبختی کسایی که تبریز زندگی میکنی خوشبختی. برید لوز بادوم بخورین از تشریفات. بعد هنون رو بعد وقت گوگلی میکنم. اون یه دونه چیز می دو تا چیز سارا می آورد از اون شیلی فروش تشریفات که من واقعا میمردم. یکی لواشکش بود، لواشک گرد چیز بود، خیلی هم بزرگ نبود. یکی هم اون حلوا گردویش بود. نه لوز بادوم، نه حلوا گردویش. وای ببین مزه بهش میاد میداد. بعد من اولین بارم بود اصلا حلوا گردویی میخوردم کلا وقتی که مثلا سارا اون آورد و اینو. بعد انقدر عاشق شده بودم بعد از اونم هر جای ما میرفتیم میدیدم داره میگرفتم، ولی اصلا از مثلا 100 متری اونم رد نمیشد. غذاهای اونجا بعد قرابیه یه دونه شیر گردویی بزرگ. وای ما اگه زنده موندیم برگشو برمیدیم. قبل از هر چیزی یه قهوه سر راهی بخوریم به صورت کاملا سنتی. صندلی بچه هست بابا وابر کن. آره اونا بچه مثلا یه اینی با منزه هست. آره ولی قهوه هست زغالیه ببینم. آره آره چیز نه که زغالی چی میگن به اینا اینطوریه. من میخوام به ترکی بهش سفارش بدم. تو کم شکر میخوری یا بی شکر؟ بی شکر. اوکی. اوکی. هلو. نه هلو چیه؟ مرحبا. بیر تو کم باشی از شکر؟ بیر نورمان؟ نورمال ساده. ساده. تو گفتی چی؟ نو شکر. بیر نو شکر. خیلی بونجور رو نکن. فارسی گفتی همه رو نه ببی آخه تو که همه رو فارسی گفتی که شکر 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 دیگه چگار کنم گفت شکر شکره نو رو باید گفتی یوم شکر. الان یه کلمه ترکی گفتی یعنی کار رو در آوردی دیگه. لا کار نموندیم قهوه چیز لاست شده از بعد اون جوابتی دیگه علی کلن یه آدم دیگه. تشکر بدرم یه اصلا دیگه جواب من میخواد نفرد خیلی ممنون. نه بگو سفارش بده تو که این همه میگی. آره این اون سفارش بده. اون دانه قهوه ساده. اونم الان تو که حرف میزنی سارا قهوه چی میشه؟ کافه اینم میگم کافه سیشیه اونج دانه قهوه کم پیکولو شکر. نه پیکولو نه از پیکولو فقط از شکر ساده شکر یوک شکر یوک شکر. این روز سارا رو سوار کنیم دم فرودگاه یفه اینجوری کرد تاکسی میرو و یارو گفت چی بعد میده با اینجوری رو بگیم بگی با بگی تاکسی میتی مکدانت کنم در بی درایف لان شرب تاکسی میتی یارو فهمید. آخه علی هم با یه لحجه مندر آوردیه مثلا که فکر کنه ترکی. علی تو با این لحجه چه بری تو تبریز چه بری تو ارومیه چه بری تو استانبول این که لحجه که من نمیدی تر تاکسی میتیر شما بگیر تاکسی میتیر من یارو گفت چوخ یوک چوخ یعنی یس بفرمایید. بفرمایید. من 1300 سالی که قهوه ترک نخوردم. واقعا میگی؟ نوشه جان. وی نریزید. آه خیلی داغه. آره. وای چقدر هیجان انگیزه خدا. آقا برالاشون شیرینه یه ذره با لیمو برال خوب میشه.
حالا که بازار اومدیم یه چند تا فکت جالبم راجع به بازار بزرگ استانبول بهتون بدم. من فکر میکردم بازار استانبول یکی از قدیمی ترین بازارهای جهانه، اگر قدیمی ترین نباشه. 1461 ساخته شده میلادی، یعنی مثلا بازار تهران، بازار بزرگ تهران دوره صفوی ساخته شده 1500، این تقریبا مثلا 40 سال 50 سال هم قبل از اون ساخته شده. بعد 4000 تا مغازه توی این بازار هست و 61 خیابون که اگه بخوای مثلا واقعا نگاه کنی از بالا یه شهر خودش، میتونی روزها بیای اینا رو بگردی و هنوز نتونی تموم کنی. تقریبا روزانه بین 300 تا 400 هزار تا توریست و آدم میان این بازار رو نگاه میکنن و مثلا توش میگردن و فلان و اینا، برای هم یکی از شلوغترین جاهای. و یه فکت جالب دیگه اینه که فیلم جیمز باند سکای فال توی بازار استانبول چیز شده، فیلم برداری شده، حالا اگه دیدین که حتما میدونین. و آخرین فکت اینه که هر موقعی که بخوای بگی به صورت میانگین توی بازار طلای استانبول که یکی از بزرگترین مراکز داد و ستد، حالا من چه فاز چیز گرفته نه مثلا بده بستون طلا هست، 250 تن طلا پیدا میشه تو بازار. 250 تن طلا خیلی ها، خیلی جالبه. آره صدف بیوچین روم نه استانبول و کلن هم خیلی چونه ای هم دیگه، اینه که دیگه همه تو میدونی، یعنی مثلا اینجوری نیست که بری یارو بگه انقدر تو بگی باشه، مثلا باید از نظر ذهنی منتالی چلنجد باشی که این کارو بکنم، چونه بزنی حسابی که بهت قیمت خوب بدن. طبق تجربه شخصی اگرم ادویه میخواین از بازار ادویه بازار نخرین، برین بازار مصریا، اونجا ادویه هاش بهتره. اینجا رو به خاطر بسپارین، اگر اومدین بازار حتما سعی کنی یه ناهاری چیزی اینجا وایسین، یه دونه کباب بخورین. حالا جریان کبابشو بهتون میگم. اسم این رستوران هست شهزاده جاگ کباب. خب کباب ترکی که حتما خوردین اینجا، ولی فرق میکنه. کباب ترکی افقیه. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه عمودی باشه این کبابش افقیه، بعد اینجوری ازش میبره سیخو میکنه اون تو، میبره دوباره میذاره اونور روی همکاری کرد آقای با من، بعد دوباره میذاره اونور روی آتی. بعد با نون میاره سر میز سرو میکنه، خیلی خوشمزه. منو راه داد. ببینید اول اینجوری خب، بعد اینا رو میذاره روی آتیش. میتونی یا اینجوری حالت ساندویچ بگیری یا اینکه بگی نونشو برای جدا بذاره. وای خیلی خوشمزه است، خیلی تشکر دارم. خب آقا، حالا ما سارا رو برای اولین بار اومدیم، خودمون دومین بار میایم، ولی گفتیم حتما باید بیای. حالا باید ببینیم نظرش چیه. خیلی خوشمزه است کلا. آره آقا دعوا شو خالص رو ببین. اومد وای خدایا، دو تا میاد باها، چیزی نیست. خیلی خدایی خوشبوه. خوشبوه؟ من همش نگران بودم سارو بگه این بوی گند میده من نمیخورم. نه حالا وقتی که بخورم بهتون نظر واقعی ما آره میگم. حالا که هم خوشبوه چه چقدر بومزه داریم گریم. آره آره من تا حالا مثلا سر میز رستوران رو به انار بذارن. آره رو سالاد هم میریزن خیلی خوشمزه میشه. خوبه ها بخور، ولی خوبه. یعنی من خوردم برات. خواهم بگم تشکر دارم، خاطر کردم با ایتالیا. میخواست بگه thank you very much. میریم برای دوربین. میره دوربین پرودکشن. پرودکشن میره نمیدن. اگه پیازه رو بخوریم میشه بخوریم؟ چرا نشه؟ یعنی اوکی این شباها؟
از این نون دوست داری؟ آره این نونم خوشمزه، ولی نون مورد علاقم کلن تو زندگی تافتونه. تافتونایی بده ببین احساس نمی کنی تافتونای آمریکا خوشمزه تر از تافتونای ایران؟ خیلی خوشمزه است. خوشمزه تر نیست ولی خیلی خوشمزه است. مگه تو رستورانی رقابت می کنه؟ آقا من چقدر هیجان دارم. بزن دیگه یک دو سه. بوز بوی کمی میده ولی خوشمزه است. اینجا همون بازار ادویه مصری هایه که بهتون گفتم. وقتی که میای توش اصلا این بوش آدم رو دیوونه میکنه، انقدر که جالبه. تو یه ادویه گرفتی اینجا برای مرد؟ آره آره خیلی. ببین هیچ کدوم رو نمیخوری. اگه تو بدونی ما چند هزار کیلو از اینجا آدم جب میگیره. آدم الان چون داری از اون چای سیب و دارچینش بگیر اگه میخوای بکنی. خب بعد با چای عادی قاطی کن، چایت بوی مثلا پاییز و خوشمزه میگیره. آره دیگه آره اون خوبه همین. ولی باید یکم هم مواظب جوجوهای ادویه ها هم باشین، چون شده ما از اینجا گرفتیم که چیز داشته، جوجو داشته. باید نگاه کنی اگه یه دونه دیدی اونجا داره پرواز میکنه از اون مغازه باید بیای بیرون. من چون یادم دیدم اونو ولی اهمیت ندادم، فکر کردم یه چیز عادیه. چرا اینا ناراحت؟ ناراحت پاپریکا یعنی چی؟ منو نخرید؟ ولی اینا برعکس اون بازار ادویه توی خود بازار هی آدم رو چیز نمی کنه. آره اونجا هی به چیز نیست تعارف میکنن. آه شروع شد. بیا هلو همین الان. آها اینه اونه ترکی. تو کجا رفته بود؟ تانکیو سارا که فرام تبریز. چی گفتی تو؟ ایتالیا. خواستم بگم یه اس پوسیتانو. وای 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 رو ببین دختر بمب یه جوش میزنی همینقدی میرزه. ما که همین جوش هم میزنیم. اینا چیه؟ لواشکه؟ من فکر نکنم علی بکنم چیز شیرین باید باشه. هلو از دی سویت؟ آه سویت اوکی سویته. میوه خوش شده است. ببین این خورما و چیزه. ببین کتری قوری نمیخوای؟ اینجا تا نمایندگیش آنلاین گرفتی. همین اشتباه کردی. کورکمز فرام ایران. آه بله چی میگه؟ میگه کجایی از میگم ایران میگه و پس برای همونه که شبیه کورکایی. میتونی از زوایای مختلف این صحبتی که این آقا کرده بررسی کنیم، ولی من نمیخوام خیلی بررسی کنم. چی؟ میگه چی؟ یس پلیز. یس پلیز. آها آره یس پلیز خیلی میگه. آخه ما اصلا باش حرف نمیزدیم. منظورش اینه که مثلا تو بفرمایید. آره آره من اون شیگه باقلوای هستی. عزیزم فدات شم. نه جدی میگم آخه اینا میدونی چه جوری یه بوی چیزی میده، یه بوی کره یه عجیبی میده که من خوشم نمیاد. بعد اون وقت اونجوری فکر میکنم روغن حیوانی میزنه. آره اون شهدش مثل مالا تو نیست. فدات شم. کره تو میزنی دیگه؟ من کره میزنم. آره روز لوندر واتر مالا and this one is pomegranate. Pomegranate. Thank you.
I will give the information, the spices. You okay. can smell. This is for steak. خب آیستیه ولی داغه نمیدونم چه جوری میشه. خوشمزه است؟ آره از این پودرا و اینا رو قاطی سنیچ و اینا خودمون چیزه از اینا ریخت. برای هر کدومم یه دونه از اینا ریخت. آره سنیچ داغه. Saffron. Then we have a nice coffee. You can smell. Yeah. This one is very nice. My favorite. This is nice for potato and for soup. And we have for chicken. For rice. سارا رفت تو کار تخفیف. ببینم چی کار میکنی ها. من گرفتم. آخه 3000 ببین منو ببینم میشه ببینم کجا نوشته 3900 آها نو دیس گفتم شاید 1 کیلو پرایسز یس یس This one is Bluetooth. Yeah. If you want, I have. So I borrow to cover 70%. But hey, be a point. I Just a minute. من هل خریدم. اورگانو خریدم و تایم. یعنی هم پونه کوهی هم چیز. آبیشن. سارا. ادویه کباب، ادویه مرغ، نمیدونم از این چای خوشبوها، گلگاب زبون، رب انار و از اینا که آقاه گفت اینا خیلی خوشمزه است. سیزمون داد خوردیم، با حال گفت بدون شکره. ایمپاسیبل نداریم ها؟ نه، 4500. چی شده؟ 4000؟ 5200 خورده. Excuse me, you buy the big size the bag. No. 3000. Sister, this is normally 5000 200 lira. She say the 4500 and you say the 3000 lira. Yes, expensive. Very expensive. Expensive. This is all the tea. All the spices. Okay. You pay the card or cash? Which one do you want? No, you pay the card or card. Cash? Card. You don't need some of red like this. You wanna pick? Just 100 grams for you. In the. Hey, because I'm a little bit. Boy, you're a boy. You're a fashion naleh. Kerdet, you're gonna go. Hey, you're gonna start tough night. What? Busy, busy. Yeah, I'm sure you're gonna. Hardcore, not a fashion. It's not gonna happen. This is my second shop. داره سکند شاپش رو نشون میده میگه بریم کیف فیک بخریم. کیف و ساعت رو کیف و ساعت رو نگفته. با این وضع تخفیف دادنت حتما هم میریم. آه ساعتش چقدر بچه چقدر دستشویی اینجا؟ آه نگهبان دستشویی بشه یک کوچولو چی شد صدا؟ من نفهمیدم چه اصراری داری ترکیه هم چی شد؟ مگه بازم چیز کردی؟ بازم ترکیه سفر دادم او کشو گفتم دیگه نمیدونم آب انار چی میشه گفتم پامگرانت دیگه Pomegranate in Turkish? What is it? Nar. Oh, nar. 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 Nar.
یه دفعه دیگه دراگن فروت رو اردر بدن. بیه دراگن فروت What is dragon fruit in Turkish? Ejder meyvesi. Ejder meyvesi. Ejder meyvesi. Bu ejderha. Ejder. Ejder hem bir şey ejderha dedi. Dragon dedi. Salam. Salam. Çeduri. İngilizce ona mı cevap istedim? وای خیلی خوبه. مال منو ببین. وای چه رنگی داره. رنگ می‌ریزن فکر کنم. بذار ببین. آخه مگه دلی خودت نگیره یا نه؟ آره دیگه خودش میاد. چیکار آب وقتی میکنه؟ خودشه؟ یاد یه چیزی افتادم. یکی از دوستای علی اینا یه دفعه از ایران اومده بود، یه خانم مسلمیه، بعد چیز آورده بود، آب انارگیری مثلا چند سال پیش. بعد ما بودیم مثلا تا 5 سال این بدبخت رو مسخره میکردیم، نگاه کن مردم مردم از ایران به چیزایی میارن. الان به این نتیجه میرسیم که اگه ما آب انارگیری داشتیم میتونیم آب انار بخوریم. آب انار کمه کل نسن هست دیگه، همه جا داره، کاسکو داره. بچه که هم شیرین تره. آره اینا کوچولو تره. خب ببین کوچولو ببین اینا سایزش کم تره. چطور بود این؟ خوبه. بد نیست. بد نه نه اوکی بعد از چند من فقط بود کباب گرفتم چون کنار اینجا باید بریم بریم که کباب زده نشیم. بخور بخور ادامه داره. بعد از آب انار الان مثلا 5 دقیقه بعد از آب انار، فکر نکنین که یه ساعت گذشته. یه جایی رو گوگل کردیم خیلی ریویوش خوب بود، گفتیم می‌خوام کنافه بخوریم. بعد از رو آدرس اومدیم و اینا اینجا رستورانشه، بیرون رستورانشه که می‌بینین خیلی محبته باحال و کیوتی داره، خیلی خیلی باحاله. این ساختمونه خیلی و اینجا هتل هم هست، اسم رستورانش 1897 که گفتن اینجا از سال 1897 بوده و هتلی که هست اسمش روز گاردن هتل اسمش روز گاردن هتل. نفرم پشت داره من تقلق میرسه. اسمش روز گاردن هتل که 4 تا ساختمونه و قدیما زمان عثمانی پادشاهاشون و زناشون که زنا به هم دیگه میگفتن جاریه اینجا زندگی میکردن. بعد مثلا 40-50 تا زنشون اینا هم اینجا بودن. بعد گفتن که اتاقاش هم این مدلیه که مثل همون حرم، یعنی همون مدل عثمانی رو حفظ کردن از قدیم و ندیم. خلاصه حالا فعلا چاییامونو گرفتیم. اینجا هم این دوتا درخت میگه خیلی درخت جالب، درختای جالبی هم به خاطر اینکه کسی که نظر داره مثل که میان اینو اینا نظر چشما رو آویزون میکنن و برات نظرشون رو از این درخت ها میخوان. جور که مثلا برای قدیما مثلا دخترها خواستن شوهر پیدا کنن اینا میمدن یه چیزی به این درخت ها وصل میکرد که لابد بشن که از همون 50 تا ته آرزوشون این بوده که بشن یکی جاریه جاری مثلا میشده هبو. ما همچین سوالی رو کردیم ولی فکر کنم شما پرسیدین گفتم یعنی به هبو گفتن جاریه. آب از دهنش راره.
بفرمایید. امشب خودمون رو اینجوری به پایان میرسونیم دوستان عزیز و مسافرت سارا رو فردا دیگه ما رو ترک میکنه متاسفانه میره. الان گود بای پارتی جعفر و این قلیونی که ما الان سفارش دادیم مثل که خیلی برنامه های چیز داره، مفرح هم باش میاد. عجب علمی یه کالجی باید بری برای این دیپلوم بری چرا اینقدر برای همه عادیه؟ ما مثلا رستوران ترکی میریم میز بغلی از این آتیش بازی داره ما همه فیلم میگیریم. آره ما بیشتر اکسایتد میشیم اینجا همه سرشون به کار خودشونه. اوه یخه دختر تا ابد البته با آب چیز نمیشه، آب نمیشه. ولی به هوای گرم و این زغال این چجوریه جریانش؟ اون فقط آبشه اون زیر ها؟